بدون از تلویزیون فردا اگر در جریان باشید در روزهای عید یک تورنمنت والیبال برگزار شد در ادلید که خب در رابطه با تورنمنت والیبال هم ما به شما مطمئن از یک گزارش تهیه کردیم. قبل از همه سلام خدمت تلویزیون فردا و بینندگان عزیز، عید سعید فطر را به همه تبریک میگوییم. برنامه والیبالی که ما داشتیم در هفته قبل، ما یک تورنمنت گرفته بودیم به نام تورنمنت عید فطر. تیمای دیگر دعوت کرده بودیم از شهرهای مختلف، از جمله ملبورن 4 تیم شرکت کرده بود، تیم پنجمیش هم یک تیم منتخب تشکیل داده بود که از بازیگرای پرت، بازیگرای برزبین، ملبورن یک تیم منتخب تشکیل شده بود و دو تیم دیگه هم از شهر خود ما بود، شهر آدلاید، در اون تورنمنت شرکت کرده بود. 7 تیم بود در کل و دو روز هم مسابقات رفتن. روز اول از ساعت 5 بعد از ظهر شروع کردیم تا ساعت 11 شب و روز دوم از صبح شروع کردیم تا شب. دیگه در شب بازی‌ها تمام شد و جوایزات تقدیم شد. هدف از این برنامه چی بود؟ هدف از این تورنمنت یه بود در واقع که ما خواستیم تیم‌های بیرون شهر را دعوت کنیم در اینجا. جوان‌ها، ورزشکارا در اینجا که ورزش میکنه همیشه تمرینات داره، اینا یک مقدار تشویق شوه و یک نوع به اصطلاح تشویق برای مردم ما که در اینجا زندگی میکنه، کمیونیتی افغانا، که اینا بتونه بچه های خود را تشویق کنه در ورزش و خود این مردم بیای از نزدیک بازی را تماشا کنه، علاقل یک دو روزی که عید است لذت ببره از این برنامه. بسیار خوب، چطور بود استقبال مردم؟ چطور بود استقبال کمیونیتی مردمی که تماشاچی ها و خصوص؟ متاسفانه من نمیدونم الان دلیلش، هوا سرد بود، مردم زیاد نیامده بود و یا اون انتظاری که ما از مردم داشتیم اصلا شرکت نکرده بود. و دو روزی که ما اونجا بازی میکردیم من میدیدیم فقط خودمون بازیکرا بودن و خیلی کم از جوانایی که مثلا علاقه به والیبال داشتن در اونجا شرکت میکردن. دیگه کسای دیگری که از کمیونیتی ما انتظار داشتیم در اونجا شرکت کنه یا مثلا بیاید بازی رو نزدیک تماشا کنه خیلی کم بودن. تبلیغات درست شده نشده بود یا دلیلش از چی میفهمید شما؟ فکر کنم تبلیغات به اندازه کافی شده بود و کل مردم آدلاید هم خبر داشته. یکی دلیلی که مثلا چرا مردم نیامده بود، اولی رسم های عید بود که مردم بیشتر رفت آمد فامیل و قوم خش بودن، دوم دیگه به خاطر سردی هوا شاید بوده باشه. اگر نه دلیل خاص دیگه وجود نداشته بود. به نظر خودت توقع میره که بیان ببینن و ای که نمیاین در محفل و سکور ورزشی گپا در سیدی ما و اینا مسیج یا پایم خود داشته باشی، مثلا چی میتونه باشه در این موضوع؟ من فکر میکنم دو دلیل داره. دلیل اولش است که متاسفانه مردم ما در اینجا فعلا میخواد فقط دو چیز را در نظر بگیره. یکی شرایط کاری مهیا است، بیشتر اگر حتی ویکند هم باشه، روزای تعطیلات رسمی هم باشه، کوشش میکنه کار بکنه، کار را ترجیح میده بیشتر. دوم علاقه از دست رفته، علاقه ورزش، علاقه مثلا شادی، علاقه زندگی از مردم گرفته شده. همه فقط در صدد از هست که ماشین خوب داشته باشه، خانه خوب داشته باشه و کار کنه، شب و روز تمام تراش نمی شده. من فکر میکنم این یک اشتباه بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه در استرالیا شرایط فرق میکنه، مثل افغانستان، ایران یا مثلا جاهای دیگه نیست که ما یک عمر در اونجا زندگی کردیم و آخرش تنها چیزی که داشته بودیم اما یک
بایگی که بوده در شانه گذاشته هر طرف که رفته اونم تمام خانه ما بوده ولی و چیز ده اینج نیست متاسفانه ما باید چی بگم یک نوع ناامیدی زندگی میکنیم چون در اونجاها هر چی که تلاش کردیم یک عمر تلاش کردیم و آخرش اونم یک بایگ با خود داشته بودیم ده اینجی که آمدیم باز هم تلاش میکنیم ما میگیم خب بیایید اینج جمع کنیم به خاطر که شرایط مهیا است کار کنیم تلاش کنیم پشت سر خود جمع کنیم از این بی‌خبر هستیم که ما چند روز دیگه زندگی می‌کنیم چند روز زنده هستیم و از این بی‌خبر هستیم که اینج ما نیاز به او چیزی نداریم که باید جمع کنیم پشت سر خود بذاریم به خاطر اینکه فردا اینج از مریض شدیم در شفاخانه برام رستگی می‌کنه پیر شدیم لااقل سنترلینگ هست یا مثلا مؤسسه دیگه هست فرض مثال یا اینکه مثلا در افغانستان میگم خب کار کنیم جمع کنیم یا در ایران جاهای دیگه شه که بچه‌هایم بتونه بهترین درس بخونه و اسکولای خوب بره مثلا اگر پول نداشته باشیم بچه‌هایم به سواد میمونه یا مریض شفاخانه رفتن نمیتونیم در اینجا چیز نیست در اینجا خب بچه‌ها خودش درس میخونه شفاخانه یا جای دیگه مثلا مجانی هست ولی باید ما این تغییر بدیم اگر ما برای اولادای خونه رسیم فردا روز بچه ها دستینی مثلا 20-25 سال رسید دیگه اونا ما را اعلامونه او زمان هسته که ما از کلی چیز پشیمون میشه او زمان میفهمیم که نه ما اشتباهی بزرگ کردیم بخاطر اینکه ما او چیزی که ما باید میکردیم نکردیم برنامه ایدیر که ما گرفته بودیم هدف این بود که جوانا را دوستایی که مهمانایی که از اونجا آمده اینا را در هم جمع کنیم یک شب را خوش دیر کنیم و یک شبی باید ماندنی باشه برای بعد از اینکه مثلا ما یک وقت این فیلم سعی کنیم یا این ویدیو را سعی کنیم در یک خاطره داشته باشیم یک خاطره خوش داشته باشیم از اید شرکت ساختمانی کیوبیک هومز این شرکت با داشتن بیش از 25 سال تجربه کاری آماده این خدمات زیر می باشد. کارهای مهندسی، ساخت خانه های مسکونی و تجارتی، انجینرینگ. شرکت کیوبیک هوم چندین بار در جوایز مشهور HIA استرالیا برگزیده شده. من مصطفی سلیمی رئیس عمومی این شرکت هستم. بیایید تا خانه آرزوهای شما را ما بسازیم. در صورت تمایل به داشتن خانه نو و یا هم ساخت منزل جدید لطفاً با ما با تماس شوید. کیوبیک هومز مکانی برای اطمینان خاطر شما.